سلام، صابر هستم. در 23 فوریه 2018 فکر میکنم سوم و چهارم اسفندم باشه. حالا بگذاریم. امروز میخوام راجع به حرس درخت هلو که بقیل هم هستش اینجا بادون صحبت کنم. این درخت هلو درخت 3 ساله است. یادمون باشه تمام درختای میوه رو، ما از همون روز اولی که میکاریم نگاه میکنیم، اگر شاخه شکسته است، اگر شاخه بدقوار است، از همون روز اول اونو بهش حالت میدیم، هرسش میکنیم. این هرس رو ما باید هر سال، سال به سال هرس بکنیم. هرس ببینید الان این درخت جوونه. این اگر من الان هرسش بخوام بکنم، این قسمت ها چون شاخه مال پارساله هیچ آسیب به این درخت نمیرسه. ولی اگر قرار باشه این تنه اینجا رو که این هستش یا این تنه که اینجا هستش رو ببرم، قطعا این درخت به قول اصطلاح ایرانی ها میگفتن درخت غر کرده، میوه نمیده. این غر کردن نیست، این به این حالتی که درخت رو وقتی ما از تنه میبریم، درخت میخواد خودش رو بازیافت بکنه، خودش رو ترمیم بکنه. بنابراین تمام انرژی که این زمانی که ما سرما میخوریم، مثلا زمانی که ما سرما میخوریم، گلوگولای سفید بدنمون تماما میرن به مبارزه علیه اون باکتری و میکروبی که توی وجود ما رفته. درخت هم یه همچون وضعیتی داره. وقتی ما میبریمش از یه جای حساس، برای این هم همون کار رو میکنه. منتها این این حالت این مونه که به فرض مثال فلفل رو ما جلو دماغمون بگیریم، یه عدسه میکنیم تمام میشه میره. ولی وقتی سرماخوردگی شدید داریم هی عدسه میکنیم. این شاخه نازک هم وقتی ما میبریم اون حالت هست، ولی بلافاصله ترمیم میشه چون حجم زیادی رو نمیخواد برای ترمیمش. ما هرس رو برای این فصل انتخاب میکنیم. چرا؟ چون درخت با تمام انرژی میخواد شروع کنه به زندگی رو شروع کردن، بیدار شدن به اصطلاح. پس بنابراین به خاطر همین شروع میکنه بلافاصله جایی که بریده شده رو با شیره خودش، احتیاج به زدن مواد نیستش، بذارید خود درخت خودش رو ترمیم بکنه. درخت در وجودش این هست، خودش رو ترمیم میکنه. بی خودی هزینه نکنیم، بی خودی مواد مصرف نکنیم. درخت هلو رو ما در سال باید 2 مرتبه کود شیمیایی بهش بدیم. حتما باید بهش بدیم کود شیمیایی رو. اگه به درخت هلو ندیم، درخت هلو مواد نمیده. به چه دلیل کود شیمیایی ما میدیم؟ به این دلیل که وقتی که ما خاک رو ازش برداشت میکنیم، وقتی روش کشت میکنیم، حالا میخواد میوه، حالا هرچی، این زمین در گذشت زمان خواص خودش رو از دست میده. آهن از دست میده، خون رو از دست میده، پتاسیم از دست میده. تمام اون مواد شیشگانه که در وجود خاک هست، این به تدریج کم میشه. ما وقتی این کود شیمیایی رو به زمین میدیم، باید اولا که یادمون باشه هر 3 سال یا 5 سال یک مرتبه باید باغ میوه رو، خاکش رو بدیم به آزمایش تا بفهمیم چه مواد شیشگانه کم شده. بر اساس اون باید به خاک کود بدیم. ولی ما به طور ایونشوالی میتونیم چیکار بکنیم؟ کودی رو برای هلو، بهترین کودی که من میدونم، یادمون باشه کود اسم مهم نیست، اون شماره که بغل کود هست مهمه. 9 خط فاصله، 9 خط فاصله و دوباره 9 3 تا 9 با خط فاصله. این کودیه که تمام املاح رو به زمین بر میگردونه. و زمانی که میخوایم به درخت هلو کود بدیم، بهترین زمانش در 2 فصل از ساله. 1 زمانیه که پاییز، برگای درخت ریخته داره میریزه، در حال ریختنه، رو به سرما داره میره، زمین هنوز یخ نزده، زمین رو میتونیم چارکود بهش بگیم. 6 گوشه یا 4 گوشه زمین رو این فاصله تاج درخت رو در نظر میگیریم. اونجا که من واسدم الان ریشه این درخت اونجا، این 4 طرف زمین یا 6 طرف زمین رو به ارتفاع این قیشی 1 وجب زمین رو سوراخ میکنیم و تو هر سوراخ 1 لیوان یا 1 استکان فرق نمیکنه مواد رو میریزیم، 9 9 9 رو، و خاک رو به هم گذاریم روش. 1 زمان پاییزه و دومی هم بهار، آغاز بهار، مثل الان وقت خوبیه، شروع میکنه درخت به بیدار شدن. وقتی بیدار میشه میبینه مواد دورش هست و درخت تا سن 4 سالگی حتما کود گاوی رو نیازمنده. بعد از سن 4 سالگی کود گاوی رو ما یا به شکل 4 کود بهش میدیم، یا اگر باغمون وسیعه با تراکتور یا با هر وسیله شیار میدیم ما بین درخت ها رو
کود گاوی رو می‌ریزیم، کود گاوی هم بریزیم که علف هرز تولید نشه. و سمپاشی مجدداً دو بار نیاز هست برای درخت هلو. یکی مجدداً پاییز زمانی که درخت خوابیده برگاش کلن ریخته لخت به این شکله، و دوم زمانی که درخت شکوفه داده، شکوفه ها میوه شده و میوه ها قدر یک عدس یا قدر یک نخود شده، اون زمان ما اونو سمپاشی میکنیم. سمپاشی هلو هم دو رقمه، یکی سم ضد قارچه که همون کپک هم شامل میشه، و دومی هم ضد حشره است. توی آمریکا و توی اروپا سمایی هستش که میگن تو این وان، یعنی هم سم ضد قارچه هم سم ضد حشره است، اینا تو همه ما میتونیم اونو یک مرتبه بزنیم. ولی اگر در ایران این نوع سم وجود نداره، شما میتونید با یک هفته فاصله اول یا سم ضد حشره رو بزنید بعد ضد قارچه، یا فرق نمیکنه، با یک هفته فاصله این سم پاشی رو انجام بدید. سم پاشی رو هم زمانی انجام بدید که مطمئن باشید که بارندگی تا چند روز نخواهید داشت. بعد باد شدید نباشه تو سم پاشی. بعد سم پاشی باید صبح زود باشه، نذارید تو ضد آفتاب سم پاشی بکنید، درخت تب میکنه. این آدمی که بهش واکسن میزنن، وقتی که بهش واکسن میزنن تب میکنه، درخت هم وقتی ما بهش سم میزنیم تب میکنه. پس بنابراین باید خونکی باشه که اون تب رو بتونه خونسا بکنه. به این دلیل پس ما دو مرتبه کود شیمیایی میدیم با هم با کود گاوی، و دو مرتبه هم سمپاشی در سال میکنیم، پاییز و بهار. و اما هرس، هرس بهترین زمانش الان. چرا الان هرس میکنیم؟ به این دلیل که درخت الان میخواد از خواب بیدار بشه، میتونه خودشو بازسازی بکنه، و چون انرژی زیادی داره وقتی هرس بشه، بار سبک بشه، تولید میوه بیشتری میکنه. و هرس بعدش هم تابستون اگر یه وقت دیدیم شاخهای زائدی خیلی بلند خیلی نافرم در اومد، اون موقع هم به هرس سبز بهش میگن توی ایران. برحال این درخت الان شما اگه در نظر بگیرید، قبل از اینکه بخوام توضیح بدم، یادمون باشه قیچی باغبونیمون تیز باشه. اگرم نیست حتما حتما یه دونه سوغان همراهتون باشه که تیز تیزش بکنید، نذارید درخت به زور ببرید تکون تکونش بدید، بخواید ریشه ریشش بکنید. و بعدش هم مواد ضد عفونی که حتما باید همراهمون باشه، وایتکس، بلیچ، الکل، بنزین، هر نوع مواد شوینده که ضد عفونی کننده است، حتما قیچیمون رو باهاش آغشته میکنیم. بعدش هم یه قیچی بزرگ، یه قیچی کوچیک و یه قیچی کوچیک‌تر، این هم همراهمون داشته باشیم برای شاخه‌های ظریف‌تر. و این اره دستی، اره دستی درخت‌بری متفاوت با اره چوب‌بری نجاری، ور ندارید اره چوب‌بری و نجاری، این اره درخت‌بری کاملا متفاوته با اره درخت‌بری. این که نازکه، احتیاج به این ابره نداره، ولی اگر یه وقتی احساس کردیم که ابره نیاز داریم، حتما از ابره درختکوری استفاده کنیم، از ابره های چوببری برای درخت استفاده نکنیم. حالا هرس رو با این شروع میکنیم از این نقطه. ببینید شاخه هایی که مثل این شاخه، ببینید الان تو دل این درخت اومده بودن، اینو باید هرس کرد. یادونم باشه از ته ته نبوری که درخت زخم نشه، نیم سانت بالاتر بذارید بمونه، اینو هرس میکنیم. ببینید این یه دونه، الان این درخت یکی، دو تا، سه تا، چهار تا تنه اصلی داره، تنه مادر داره، بقیه دیگه انشاب شده هم هستن. این انشابی ها رو ما باید تامین بکنیم. ببینید الان این اومده این بالا، یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، تبدیل شده به چهار تا. خب این بسیار جاش خوبه، اینم بسیار جاش خوبه، ولی این داره داخل درخت میره، پس اینو ما حذفش میکنیم اینجا، و این کوچیکرم حذف میکنیم که این درخت به طرف بیرون حرکت بکنه، و این شاخه‌ای که قرار تو دل درخت بره گیر بکنه به شاخه‌های بعدی رو ما مجددا حرس میکنیم. ببین این شاخه قرار بیاد بیرون، مزاحم این نمیشه، ولی این شاخه‌ای که قرار از این در بیاد قرار بره تو دل درخت. پس این شاخه‌ای که قرار بره توی دل درخت رو ما به این حالت جدا میکنیم که این درخت هی پهن بشه. درخت سعی کنیم پهن بشه و کوتاه. این درخت‌ها رو بهش میگن درف، درخت‌های کوتاه، ژنشون اینجوریه و بسیار عالیه. ببین الان این درخت با این کوتاهی این همه شاخه برگ داره و بسیارم باردهی داره، یه تنه هم بیشتر نداره.
یادمون هم باشه درختی میبر نذاریم دو تا سه تا تنه داشته باشه، یه تنه بعد بیاد بالا پنج تا به حالت انگشت که اینجوری بگیریم کاسه میخوایم بگیریم زیر کاسه رو، درخت میوه باید به این شکل باشه به پنج تا شاخه مادر، بعد اون شاخه ها رو اونشون انشاء بزنیم به وجود بیاد. حالا این که تا اینجا الان دیگه ببینید این درخت اون شاخه رو من میزنم اینم برداریم اینجا دیگه، الان این شاخه اینجا چی وجود نداره که دست من بهش گیر بکنم، اینم که اینجا الان نارم من میزنم. یادمون هم باشه که این درخت درخت سه سال است، درخت کهنه تر، حالا میرم سراغش بعدم فیلم بعدی. خب این الان قرار رو روش بکنه بیاد این درخت رو ببرم اینجا، اینم میزنم. خب و اما میاییم این طرف ببینید این شاخه الان عرض کردم یک دو سه چهار پنج، این الان ببینید این دو تا تنه به وجود اومده لابلای درخت، ما اینو اجازه میدیم بره بالا چون موازی با این داره میره بالا، ولی این قسمت که قراره بیاد توی داخل اینجا روش بکنه اینو بزنه و اینم که قراره بره اینو بزنه از همین الان کوتاهش میکنیم و این خود این شاخه رو برای که فقط نکشه بره بالا بی خودی از سر یه جوونه به این شکل قطعش میکنیم که این تنه زخیم بشه به حالت یک نخ نره بالا بی خودی. و اما این یکی رو ببینید این به این حالت که ببینید مجدد قطعش میکنیم، از اینجا که قطع کنیم این تنها زخیم میشه، اگه قطع نکنیم این شاخه ها همینجوری نازک و بیقواره میرن بالا. این درخت سه ساله رو اگر ما این کار رو باش نکنیم تو بعدا میشه انبوهی از شاخه. خب ببینید الان این شاخه ها قراره اینا همدیگر رو بزنن، خب بهتره که ما قید اینو بزنیم چون این الان خودش داره دیگه، ببینید الان تنه داره تبدیل میشه، این مزاحم بودش، ما این پایینی رو هم میزنیم که وقت که میوه داد به زمین نچسبه، نباید درخت رو اینقدر تا بگیریم که بشه به زمین که از زمین پارش و کپک بکشه بیاره بالا، نه اینقدر بلند باشه که به زور بخواهم بریم بالا. این هم ببینید چون داره میخوره به زمین میزنیم، یادمون هم باشه شاخه هایی که قرار رو به پایین روش بکنیم شاخه ها رو یا از ته میزنیم یا از نیمه، این بار این شاخه ها رو ما الان سبک میکنیم، اینا رو جوونه رو سعی کنیم انتخاب بکنیم که به طرف بیرون درخت رو هدایت بکنم، این شاخه های سوخته نازک رو برمی داریم ازش، ببینید این شاخه های سوخته که نازک هم هستن، ببینید الان این دوتا شاخه با هم از هم الان تو دل همه ببینید داره هم دیگر میزنن. خب ما باید چکار بکنیم که اتفاق رو هم بین ببریم، بیایید این یه دونه رو به این حالت میبریم بازار بیاید 45 درجه هم ببریم، یادتون باشه این یه دونه هم مجددا از اونجا میبریم که این شاخه بیاد به طرف من و این یکی هم به این شکل میبریم که این دوباره بیاد مخالف هم باشن، این ما هستیم که درخت رو بهش جهت میدیم حالت میدیم، درخت این فرزندانمون هستن، ما میتونیم تربیت اصولی بکنیم و رهاشون بکنیم بار خودشون، درخت هم به همین حالته، درخت اگر اصولی هرس بکنیم اصولای تربیت بکنیم بار خوب بهمون میده این فرزندانمون و ما هم خوشحال میشیم، ولی اگر رها کنیم به حال خودش عرض و نابسامان به وجود بیاد. حالا میایم میرسیم اون پایین، ببین اینم میزنیم برای اینکه میخوایم این پایین درخت شلوغ نشه این بالا وسعت پیدا بکنه، این شاخه ببینید داره برای خود زیادی روش میکنه، مجددا اینم ببین اینجوری میزنم که این طرف روش بکنه، اینجا الان ما سه تا شاخه داریم، این شاخه کوچیکو میزنیم وجودش مناسب نیست، این شاخه کوچیکو اونجا میزنیم، عرض میکنم با اینم مجدد از همین سر میزنیم، اینم از همین سر میزنیم که این کاملا یعنی سال بعد این درخت شده یعنی کاسه جو که این حالت اومده بالا این یک جام، این شاخه ببینید اگر کنترلش نکنیم عرض سال گذشته اینقدر روش کرده، اگه قرار باشه سال دیگه دو همین قدر روش بکنه دیگه میره بالا و یه شاخه نازک و بی‌قواره میشه، یه پرنده روش بشینه میشکنتش، باد بهش بخوره میشکنتش، بار میوه روی فیاد میشکنه، پس بنابراین ما اول سعی میکنیم درخت هامونو قوی کنیم با هرس، درخت رو وقتی هرس نکنیم قوی نمیشه، ببینید اینا رو به این حالا تک تکشون رو اینا که خیلی دارن بلند میشن مثل این شاخه، ببینید اینا رو به این حالا بزنیم اینجا و میاییم به این شکل، اینو که زدیم این مونده الان، ببینید این الان داره به این نازکی روش میکنه برای
خودش ضعیف بشه و اگه ما این حراسه کنیم هم میوه ریز به در نخور بهمون میده، هم نازکه و ضعیف، مقاومت نداره در مقابل باد، طوفان، نشست پرنده و حتی بیماری. انسان، حیوان و گیاه هم خوب و خصلت هستن. انسانی که ضعیف باشه خیلی زود و فوری مریض میشه، ولی انسانی که قوی باشه به این حالت، به این سرعت مریض نمیشه و خودش رو میتونه تو شرایط های متفاوت مراقبت بکنه از خودش، از جسم خودش. ببینید اینا چیزایی که اضافه است، اینا رو ما میزنیم. این پایین هسته نبا بزنیم زیادی شروع بشه، یه وقت بزنیم نفس بکشه. ببینید اینا، خب این قسمت ها الان شاخه ها هرس شده است. ببینید این شاخه مجددن یک جوونه ازش بذاریم به طرف بیرون، این یه دونه هم اینجا، یک جوونه به طرف بیرون. این هم که میبینید داره به این بلندی میره بالا، باید حتما سرزنی بکنیم. ببینید میشه تاپاف یا به فارسیش حالا هرچی. الان مثلا ببینید اینا رو همه رو ما تکتشون رو به این حالت، برای اینکه این شاخه الان بریم داره میره توی درخت، اینو ما از همینجا بیزن باش نمیذاریم بره توی درخت. این درخت، این شاخه بنزه کافی شاخه داره این تنه، پس شاخه هاشو سبک میکنیم که بار بهتری به اون بده. این هم داره میره به طرف داخل درخت، ما اینو اینجوری بیزنیم که به طرف بالا کشیده بشه. پس این شاخه رو مجددا از سر بیزنیم، سرزن، آره سرزنی میکنیم. این هم از اینجا، این هم به این شکل. تک تک اینا رو از سر که قیشی بکنیم، حالا وقتی که این شاخه که ما اینجا قیشی میکنیم، سال دیگه این قراره دو تا یه سه تا شاخه به وجود بیاره. این دو تا شاخه همینجور به ترتیب هی میره کنگره کنگره وسعت پیدا میکنه. پس تمام این شاخه ها رو هر کنیش که میبینیم داره رشد و بیرویه میکنه، سراشون رو میزنیم. ببینید شاخه ها رو بوری میزنیم که داخل درخت رشد نکنن، نرن به طرف دل درخت. این شاخه اضافه رو میزنیم. نگران هرس کردن درخت نباشید. اگر درخت رو هرس نکنیم به وقت، درخت میوه نمیده، زحمتتون هدر میره. اینم ببینید الان دو تا شاخه نازک داره، ما اینم برداریم از همونجا کاش میکنیم و این بالایی رو میزنیمش، چون به قرار رشد کنید به این شاخه بگیره. این هم از همینجا قفش میکنیم، این هم از سر میزنیمش که نذاریم بمونه به حالت سوزنی بره درخت بالا. ببینید این الان در حال حاضر مشکلی نداره، یعنی دیگه الان این درخت آماده مرتب برای امسال که بار خوبی خواهد داد. من مطمئنم چون جوونه هاش مشخصه، درخت سرحالیه، هیچ شاخه سوخته وجودش نداره. درختی که میخوام مطمئن بشم ببینید در چه حالیه، باید ببینید آیا اون درخت کسل، شاخه سوخته داره، بیجونه، بیرمقه، جوونه کم زده. اگر اینا رو نداشت، این شرایط مناسب رو داشت، پس اون درخت استعداد رشد خوبی داره و مطمئن باشید که باردگی خوبی خواهد داشت. الان ببینید من این درخت رو با خیال راحت بدونی که زیر پام چیزی بذارم دارم پرستش میکنم، نهایتا سال بعد که رشد بکنه میخواد مثلا دست من به سختی بهش برسه، یه کاری بکنم با یه نردبون مثلا 6 فوتی 5 فوتی بیشتر نباشه، بریم بالای درخت و درخت رو بتونیم راحت پرستش بکنیم. عرضم به حضورتون پرست رو وقتی که انجام میدید احتیاج به این که روی برشا مواد چیزی بزنید نیست. تا اینجا اینم درخت هرس، درخت هلوه 3 ساله، براتون آرزوی موفقیت بکنم. بیایید دست به دست بدیم وطن عزیزمون رو از خوشحالی دور کنیم و دعا کنیم که خدایا ملت ما رو از دروغگویی، از خیانت، مملکت ما رو از خشکسالی، از قحطی و از وجود دشمنانش پاک. ما کشورمون کشور خوبیه، مردمان بسیار خوبی داریم، منتهای مراتب
سیاستمدارای خوبی نداریم. همش میگردن که برای مملکتمون دشمن پیدا بکنن و دشمن خراش کنن. سعی میکنن خودمونم به جون هم دیگه بندازن. الان متاسفانه توی یک جامعه که دستبندیه، یکی سنیه، یکی شیعه است، یکی بهائیه، یکی مسیحیه، هر کسی ساز خودش رو میزنه، یکی درویشه، هر کسی داره ساز خودش رو میزنه، اون جامعه متاسفانه جامعه‌ایه که توش داعش پرورش پیدا میکنه. متاسفانه حالا ممکنه خیلی ها از شنیدن این حرفای من دلخور بشن، بشه، اشکال ندارم. من چون وطنم و ملتم رو دوست دارم، وظیفمه اگر چیزی به نظرم میاد دوستت بکنم. همونجوری که مسلمان ها شیعه میگن امر به معروف و نهی از منکر، خب من امر به معروف و نهی از منکر نمی کنم. من وظیفه خودم میدونم کشتار بدم. متاسفانه کشورمون در خوشساری بعدی به سر میبره. بیاییم الان اسفند ماه به هم دیگه قول بدیم از کاشتن سبزی که در سال هزاران هزار تن غلات رو داره از بین میبره برای هیچی. سبز میکنیم، پرت میکنیم، تازه میدیم جاده ها و رودخونه ها رو باش کثیف میکنیم. بیاییم با هم دیگه قول بدیم نهال بکاریم. بیاییم اگر این کار رو بکنیم، زیاد نه، 10% از مردم ایران این همت رو داشته باشن که نهال بکارن، سر سفره های نوروزشون نهال بذارن و اون نهال رو ببرن در طبیعت بکارن، اگر 10% باشه در سال میشه 8 میلیون درخت و در 10 سال میشه 80 میلیون درخت. تصور بکن اگه این کار هر سال تکرار بشه، ایران میشه سراسر جنگل. این اینجا مردم اینجا بسیار مردمان مسئولیت شناس هستن. متاسفانه تو کشور من درخت ها رو میبرن که جاده بسازن، درخت ها رو میبرن که ساختمون سازی کنن. هیچ وقت یک مجتمع که میسازن براش هیچ فضا سبزی در نظر نمیگیرن. ریزگرد ها، هوای آلوده، نتیجهش آدم های عصبی. تا به یکی میگه حالا چطوره، چاقو میکشه و شکم طرف مقابلش رو پاره میکنه. چرا؟ چون ریزگرد، هوای آلوده، اقتصاد ناقص، افکار فشرده جامعه به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی، همه اینا دست به دست میده که مردمان خشنی داشته باشه. من متاسفانه بعضی ها رو میبینم که توی وبسایت یا این طرف اون طرف به هم نوعان خودشون فوش مینویسن و میذارن. من از اون دست آدم ها میخوام که خجالت بکشن. میدیا یا فضای مجازی این یک خانه است، این یک مسجده، این یک محیط مذهبی و علمیه. محترم بشمونیمش، از نوشتن حرفای زشت و رکیب در فضای مجازی خودداری کنیم، از گذاشتن عکس‌های زشت و ناپسند توی فضای مجازی خودداری کنیم. بیایید با هم دیگه متحد بشیم، ایرانمون دوست داشته باشیم، همدیگر دوست داشته باشیم. برامون مهم نباشه عقایدمون، برامون مهم باشه همدلی و همخونی و هموطنی. دوستتون دارم. شماره من هست در آمریکا 201-314-28-36-411. وبسایت من در یوتیوب هستم، در کانال یک هستم، در اینستاگرام، در تلگرام، در واتساپ، در ایمو، هر حال همه جا هر سوال دارید دوستتون دارم. بری چشم جواب میدم. 24 ساعت شبانه روز. خدا یار و نگهدارتون باشه. به امید روزهای قشنگ همیشه بهار در کشورمون.